سلام، امروز آموزش کار با ورق طلای مایع، ورق نقره مایع و ورق مس مایع رو میخوام به شما آموزش بدم. ورق طلا، مس و نقره مایع در رنگ‌های مختلف، حجم‌های مختلف توی بازار موجود هست. برای تهیهش میتونیم به سایت قلمتراش.ir مراجعه کنین یا به سایت goldleaf.ir. آدرس سایت ها به صورت زیرنویس برای شما نمایش داده میشه. ببینین، هر حجم از محلول ورق طلا رو که شما بگیرین، چون حلال این مایع آب هستش، اگر مدت زمانی مونده باشه به صورت تهنشین هست که توی این تصاویر کاملا مشخصه. شما قبل از اینکه بخواین وسیله‌ای که دارین رو رنگ کنین، اول باید این محلول رو به صورت کامل مخلوط کنین و به هم بزنین. خب دوستان عزیز و همراهان سایت قلمتراش.ir، بعد از اینکه مایع ورق طلامون رو به اندازه کافی به هم زدیم طوری که کاملا یک دست بشه، ببینین بعد از به هم زدن هست، این قبل از به هم زدن، شما رو به خوبی به هم میزنیم به صورتی که رنگ به صورت کامل یک دست بشه. من این رنگ رو از روی میز بردارم. ببینیم وقتی مایعتون کاملا به هم خورده باشه، شما وقتی اون رو نگاه میکنین به صورت یک دست بدون دونه های اضافه توی ظرفتون مشخص. خب خوبی این ورق طلای مایع، البته این ورق مس هستش، خوبی این محلول این هستش که اولا حلالش آب هست، یعنی شما اگر احساس کردین که باید رقیق تر بشه میتونین بهش آب اضافه کنین. اگر توی کاری دارین استفاده میکنین که توی شیپ هست، یا کاری رو دارین استفاده میکنین که رنگتون به اصطلاح شور میکشه روی کارتون، میتونین اون رو سفت‌تر کنین یا غلیظ‌ترش بکنین یا رقیق‌ترش کنین، بستگی به کاری که دارین انجام میدین. الان این غلظت برای کار ما مناسبه. ما یک ظرف سفالی خیلی معمولی داریم که میخوایم این ظرف رو رنگ کنیم. برای رنگ کردن از یه برس خیلی معمولی بستگی به حجم کارتون و سطح کارتون استفاده میکنین و کاملاً به آرومی و به سادگی رنگ رو روی سطح کارتون میکشید. ببینید یه پوشش کاملا معمولی ظریف روی کارتون بکشید. برای اینکه جای برس روی کارتون خیلی نمونه و خودنمایی نکنه، بهتره که غلظت ورقی که استفاده میکنین یکم رقیق تر باشه. ببینید همه جای ظرفمون رو به آرومی و خیلی ساده و راحت رنگ میزنیم. این رنگ پوشش بسیار خوبی داره. ببینید شما با یک بار رنگ برداشتن با برستون میتونین حجم خیلی زیادی رو رنگ بزنین، یعنی یک جاشمعی یا یک گلدون با این حجم رو شما با سه بار یا چهار بار رنگ برداشتن به صورت کامل میتونین رنگ کنین. برای عزیزان و خانم هایی که میخوان مخصوصا توی خونه این کار رو انجام بدن، بگم که اصلا نگران این که رنگ، بهتره که اول خب توی جایی باشه که اگر رنگ هم ریخت شما خیلی نگرانش نباشی، ولی اگر این رنگ جایی هم ریخته بشه حلالش آب هست و به راحتی با آب میتونین حلش کنین و برش دارین. ببینین پایه های این گلدون ما نقش داره و نقش های بسیار ریز و ظریفی داره. شما با برس به راحتی میتونین همه این نقش ها رو پر رنگ کنی، یعنی رنگی که به خوبی
توی کار بشینه و کار شما رو قشنگ کنه. اصلا توی رنگ کردن عجله ای نداشته باشین. با موهای برس میتونیم کوچکترین سوراخ ها و نقش هایی که روی ظروفتون هست، روی دسته های مبلمانتون هست، روی دیوار و ابزارهای گچیتون هست، هر جایی که لازم باشه رو خیلی راحت میتونین رنگ کنین و این یکی از خاصیت های این رنگ هستش. من یکم پایه ها و پشت این کارم رنگ میزنم برای اینکه دورنما و چهره کارمون از دور هم به خوبی مشخص باشه. ببینین من توی لبه های کار را هم رنگ میزنم. خب این یک دست رنگ که ما توی کارمون زدیم. عزیزان توجه داشته باشن که اگر رنگ رو زدیم و دیدیم پوششش و پوشش رنگش اونقدر که شما دوست دارین نیست، میتونین عمل رنگ زدن رو تا 5 بار مختلف تکرار کنین. وقتی میخواین که پوشش رنگتون رو چند بار تکرار کنین، بهتره که حدود 1 ساعت اجازه بدین ظرفتون کاملا خشک بشه و لایه دوم رنگ رو روش بزنین و بعد از اون هم از یه وارنیش یا کیلر استفاده کنین. فعلا ما اجازه میدیم این ظرف خشک بشه و مرحله وارنیش زدن و کیلر زدن رو هم در ادامه به شما آموزش میدم. خب دوستان عزیز، با ادامه آموزش از سایت قلم تراش دوتایار همراه شما هستیم. کار ما یه دست رنگ خورده، ببینین چه جلا و براقیتی پیدا کرده. برای اینکه تکمیل کنیم کار رو، رنگ رو یه مقدار با آب رقیق میکنیم، یه رنگ رقیق‌تر شل‌تر از قبل باشه. یه مقدار با آب این رو رقیق میکنم. ببینید این کار برای ترمیم ظروف قدیمی، پتینه کاری، ساخت ظروف مختلف، اشیای مختلف توی سفره‌های عقد، سفره‌های هفت‌سین، اشیای دکوری، برای خیلی چیزا میتونید از این رنگ خیلی راحت استفاده کنید. ببینید برای رنگ دوم من یه رنگ رقیق‌تر روی رنگ قبلی میزنم برای پوشش بیشتر و جلای بیشتری که به کارمون میخوایم بدیم. سرعت انجام این کار خیلی بالاست، یعنی شما توی خونه به راحتی میتونید این کار رو انجام بدین. این رنگ اصلا بو نداره چون کاملا با آب هستش و هیچ گونه مزاحمتی برای کسی ایجاد نمی‌کنه. برای کسایی که حساس به بوی رنگ‌های مختلف هستن بسیار مناسبه و براقیت و زیبایی که داره توی هیچ رنگ روغنی و اکریلی که شما نمی‌تونین پیدا کنین. ببینین لایه دوم رنگی هستش که ما روی کارمون می‌زنیم. به خوبی پوشش میده و واقعا یه کار زیبای آنتیک برای شما میسازه. یه ظرف سفالی خام بیروح، شما دارین یه ظرف بسیار زیبای شیک و آنتیک میسازین. ببینید من حتی از دستکش هم استفاده نمی کنم چون این رنگ به راحتی با شستن و با آب از روی دستتون پاک میشه.
مصرف این رنگ خیلی کمه، چون مثلا کاملا مشخصه با یک بار برس رو آغشته کردن شما میتونین یه حجم خیلی زیادی از سطح کارتون رو پوشش بدین و به خوبی این کار رو انجام بدین. ببینید من لبه های کارم یه رنگ دیگه میزنم جایی که دستم خورده و کاملا مشخصه. حالا اگر شما دوستان عزیز وقتش رو داشته باشین و ما این فیلم رو فقط جنبه آموزشی داریم برای شما تهیه میکنیم، زیر کارتون رو با یه سنباده نرم صاف کنین و یک دست باشه زیر کارتون، بسیار بسیار جلای این کار زیباتر و قشنگتر میشه. خب ما میذاریم کارمون خشک بشه تا مرحله بعدی که کیلر زدن و وارنیش زدن روی کار رو به شما آموزش بدم. من دوباره ذکر میکنم برای خرید این نوع از رنگ ها و پوشش های ورق طلای مایه، ورق مس مایه و ورق نقره مایه، شما میتونید به سایت قلم تراش دات آی آر مراجعه کنین و از اونجا این نمونه از رنگ ها رو تهیه کنین. خب دوستای عزیز، رسیدیم به مرحله آخر کارمون. الان میخوایم یک وارنیش یا کیلر روی رنگمون بزنیم، هم جلا و ظرافت کارمون بیشتر میشه و هم این رنگ ثابت میشه و دیگه با پاک کردن، دستمال مرطوب کشیدن و یا رطوبت رسیدن از بین نمیره. ببینید شما میتونید از کیلر که راحت ترین ماده هست برای این کار استفاده کنین یا از وارنیش های مختلف که توی بازار هست. وارنیش به دو صورت هست، وارنیش مایع ما داریم و وارنیش های اسپری رو داریم. اگر از وارنیش مایع بخواین استفاده کنیم، وارنیش مایع با برس روی کار کشیده میشه. اگر هم بخواین از کیلر استفاده کنیم، کیلر هم به صورت مایع هست هم به صورت اسپری، که راحت ترین ماده‌ای که شما میتونید استفاده کنین اسپری هستش، حالا چه اسپری وارنیش چه اسپری کیلر، بستگی به هزینه‌ای که میخواین بکنین. کیلر ارزان‌تر هستش، وارنیش گران‌تر هستش. من اینجا روی این کار از کیلر استفاده میکنم، یه اسپری کیلر معمولی رو ما روی کارمون میزنیم. ببینین فقط زمانی که میخواین کیلر بزنین باید فاصله دستتون رو اگر اسپری میخواین بکنین رعایت بکنین و سرعت عمل داشته باشین، یکم سریع باید این کار رو انجام بدین، چون کیلر ممکنه روی کارتون شور بکشه و دونه های کیلر به وجود بیان. حالا من از اسپری کیلر استفاده میکنم. ببینین کیلر رو باید بذارین خشک بشه و جلا و براقیت کارتون بسیار بسیار بالا میره وقتی کیلر میزنین روش. ببینین شما اگر از وارنیش هم استفاده کنین، دو نمونه وارنیش ما داریم، وارنیش های براق رو داریم و وارنیش های مات. اگر میخواین سطح کارتون براق بشه از وارنیش براق استفاده میکنین، اگر میخواین سطح کارتون مات بشه از وارنیش مات استفاده میکنین. کیلر هم که کار رو براق میکنه. الان به خوبی معلومه که یه کار شیشه‌ای و کاملا براق رو دارین. بعد از خشک شدن هم من دوباره بهتون نتیجه کار رو نشون میدم.